به نام خداوند متعال، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما بیننده های ارجمند شام یک. انشاءالله هر کجای دنیا که هستین خوب، صحتمند و از گزند روزگار به دور باشین. مفتخر هستم که امشام هم در حضور شما قرار دارم و امیدوار هستم تا پایان این بخش با ما همراه باشین و آنچه که ما دارم براتون ازش مستفید شوین. دوستان، دو تا خبر ما دارم. یکی از واتساپ هست، یک قابلیت جدید هست که در واتساپ آمده و قسمی که ما میفهمیم امروز واتساپ یکی از پرکاربردترین اپلیکیشن ها در سراسر جهان استفاده میشه و نظر به سایر پیام رسان ها کاربرانش بیشتر است، یعنی تقریبا از مرز 2000 عبور میکند کاربرانش. همین قسم در این روزها یکی از قابلیت های جدید در واتساپ اضافه شده، یک اسکرین شات یا تصویری که از آخرین بروز رسانی واتساپ منتشر شدن نشان میده که شرکت واتساپ در حال کار کردن روی قابلیت جدید هست. طبق این روی کرد، افرادی که حتی حساب کاربری واتساپ ندارن میتونن که به حساب کاربری واتساپ پیام بدن و همچنان با کاربرانش ارتباط برقرار بکنن و در ضمن پیام هم دریافت بکنن. معلومات بیشتر روی تصویر میبینیم، دوباره برمیگردیم. واتساپ ظاهراً روی قابلیت چت با کاربران دیگر پیام رسان ها بزرگ فناوری تحمیل می کند. بنابراین واتساپ در تلاش هست با هدف تبعیت از قوانین جدید، امکانات تازه را به پیام رسان خود اضافه کند. به نظر می رسد این شرکت قصد دارد برنامه های خود را با قابلیت پشتیبانی از تعامل با برنامه های شخص ثالث بروز کند. با روی کرد جدید و قابلیت تعامل سایر برنامه ها با واتساپ، بیشک ارتباط این پیام رسان گسترده تر خواهد شد و کاربران واتساپ می توانند با افراد که از برنامه های پیام رسان مختلف استفاده می کنند در تعامل قرار بگیرند. این قابلیت جدید رقابت با واتساپ را برای برنامه های پیام رسان شرکت های تازه وارد به بازار امکان پذیر می کند. هنوز مشخص نیست قابلیت جدید در نهایت در دسترس کاربران سایر کشورهای فراتر از اتحادیه اروپا نیز قرار خواهد گرفت یا خیر. بله دوستان، دوباره برگشتیم. امید هست که بسته تصویری را دیده باشین و یک قابلیت بسیار جدید و خوب بود که در واتساپ اضافه شده بود و هر قابلیتی که امروز در واتساپ اضافه میشه بدون شک کاربرانش را مجذوبش میکنن و باعث میشه که نه تنها که کاربران واتساپ مهاجرت بکنن به سوی اپلیکیشن های دیگه، بلکه باعث میشه که بیشتر این اپلیکیشن بین مردم محبوب شوه. میریم روی خبر دوم. خبر دوم در مورد یکی از لوازم خانگی هست که سامسونگ که شرکت سامسونگ امروز از یک نسخه مجهز به هوش مصنوعی ماشین لباسشویی و
خشکن بیسپاک را رونمایی کرد و این ماشین لباسشویی دارای قابلیت های مختلف هست، هر جمله قابلیت سمارتینگز را داره، یعنی میشه که به سایر لوازم خانگی هوشمند موصلش بکنی و کاربر از طریق نمایشگر LCD به تنظیمات مختلف این ماشین دسترسی پیدا بکنه و بتونه که از برنامه های شستشوی مختلفی که این ماشین داره مستفید شوه. در ضمنش این ماشین لباسشویی قابلیت های مختلف دیگر هم داره، بر علاوه که لباس های شسته شده را به خشکن به طور اتومات انتقال میتون، همچنان قابلیت شستشوی 125 کیلوگرم لباس و همچنان ظرفیت خشک کردن 13 کیلوگرم لباس را همچنان ای داره. معلومات بیشتر را میریم روی تصویر میبینیم، دوباره برمیگردیم، با ما همراه باشه. بکنیم همراهیتان تشکر از اینکه برنامه بیننده برنامه شام یک بودین. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می سپارم. شبتان خوش، خدا نگهدار.